ضمن عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون کوماله، بر اساس آمارهای منتشر شده از زمان شروع دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بیش از 270 زندانی در ایران اعدام شده اند که حداقل 11 نفر آنان زندانیانی بودند که خود مقامات رژیم اذعان داشتند که آنها را به خاطر سیاسی بودن و وابستگی به سازمانهای سیاسی اعدام کردند. از این تعداد 9 نفر از اقلیت بلوچ بوده و حبیب الله گلپریپور، رضا اسماعیلی و شرکای معارفی از زندانیان سیاسی اهل کردستان بودند. البته جمهوری اسلامی رژیم است که بدون زندان، شکنجه و اعدام‌های 10,000 نفره نمی‌توانست در حکومت باقی بماند. بنابراین اعدام همیشه در دست سران رژیم ابزاری بوده برای به عقب راندن مبارزه و خیزش مردم و ایجاد رعب و وحشت و فضای خفقان در سطح جامعه. برنامه این هفته چشمانداز را به بررسی دلایل سیاسی گسترش اعدام‌ها در شرایط فعلی اختصاص دادیم و در این رابطه میزگردی را با حضور رفقا محمود قهرمانی و فریدون نارزری برگزار خواهیم کرد که توجه شما عزیزان را به آن جلب می‌کنم. رفقا، ضمن خوش آمدگویی به شما و سپاس از این که در استودیو تلویزیون کمال حضور پیدا کردید. ما هم تشکر شما همکارانتون. در خدمت. ممنون. دعوت. خیلی ممنون. رفیق محمود، همونطور که من در مقدمه اشاره کردم بیش از 270 زندانی در 100 روز گذشته ای که از بر سر کار اومدن حسن روحانی در رژیم اسلامی گذشته اعدام شدند و تعدادی از اینها زندانی های سیاسی بودند. به نظر شما رژیم اسلامی از گسترش دور تازه اعدام ها در شرایط فعلی کدام اهداف سیاسی رو تعقیب میکنه؟ ببینید، همونجور که تو مقدمه هم خودت گفتی، این رژیم رژیمیه که رو سرنیزه وایساده، با اعدام و با زندان. همه دورهای حکومتش، تمام دورهای حاکمیت جمهوری اسلامی با این دو مؤلفه روشن میشه. این دوره دوره‌ای که روحانی آمده یک دلایل معینی داره که هم بر اساس بنیادهای سیاسی میشه توضیحش داد و اقتصادیش چی میشه، چرا این کار میکنه. این دوره جمهوری اسلامی با یه بحرانی که بین جامعه بین المللی گرفته با خودش، بحران سرمایه‌داری که تمام دولت‌های سرمایه‌داری در نوردیده، اضافه بر اون ایران مواجه بوده با یه سری تحریم‌های اقتصادی. این تحریم‌های اقتصادی وضعیتی پیش آورده در جامعه ایران که 2 میلیون‌ها بیکار با فقر و فلاکت بیش از اندازه، با بیخانمانی مردم فقیر و زحمتکش، با کارگر، با اخراج کارگر دست جمعی، اخراج‌های وسیع، تعطیلی صنایع، تعطیلی میدان‌های کار، بازارهای کار، مراکز کار، همه نوع کار این اتفاق افتاده. کمبود دارو، گرانی مواد غذایی، تورم بالای 40%، و حتی گرانی در بعضی جاها بالای 400% بوده در خیلی از مواد خوراکی به خصوص. به هر حال بالمجموع کل زندگی مردم گرانی و فقر و فاقه مردم رو به تنگ آورده. این از این نظرش. از یه لحاظ دیگه ای هستش که بر اساس این وضعیت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی نگرانه. نگرانی این سیاست، سیاست پیشگیریه که داره میکنه. حالا میگم چرا. وقتی یه چنین بحران اقتصادی در سرتاسر دنیا هستش، به علاوه اون تحریم‌های اقتصادی جامعه ایران گرفته و این فقر و فلاکت رو گفته و بیکاری گفته دامنگیری کشور شده، نارضایتی که سابقا مردم داشتن، نارضایتی وسیع تو توده‌های مردم ایران موج می‌زده، این نارضایتی تو این دوره تعمیق بیشتری پیدا کرده، گسترش بیشتری پیدا کرده و منجر به این شده که مردم دیگه به اوج کینه و نفرت رسیدن از این رژیم. بنابراین سیاستی که رژیم جمهوری اسلامی انتخاب کرده، سیاستی پیشگیری از این اوج گرفتن و گسترش پیدا کردن و تعمیق پیدا کردن و این کینه و نفرت زاید الوسیه که تو مردم روز به روز داره پیدا میشه. منتها چرا این یک همزمانی داره با مذاکرات اتمی که ایران
میکنه، از اون طرف نرمش قهرمانانه ای که میکنه، سازشی که میکنه با غرب و به خصوص با آمریکا. حتی اولین دور مذاکرات که ژنو که شروع شد گفتن که ایران با قطعنامه پیشنهادی قرار پیشنهادی آمریکا توافق کرده و بعد به یه سری بنبست‌های کوچک رسیده که خودشان همچنان میگن این سازش امکان داره. بنابراین برای اینکه زمینه‌های خوش کنه، برای اینکه از هر نوع تحرک احتمالی، از هر نوع جنبش احتمالی، از هر نوع اعتراض توده‌ای طی این مدت مذاکرات به خصوص جلوگیری بکنه، در این دوره به خصوص ماه آبان ماه دست به یک سری اقدامات وسیع زده. گرچه اعدام هم وجود اولش گفتی تو ذات این رژیم نهفته است، وجود داشته، ولی این دوره از این برای اینه که نگرانی جامعه جهانیه و نگرانی خودشنه، عموم به خصوص نگرانی خودشنه از این وضعیت کینه و نفرتی که مردم در اثر این وضعیت اقتصادی، در اثر این وضعیت سیاسی به وجود آمده کنترل بکنن. برای این کنترل اینا حتی فاکتورهای دیگری میشه توی اوضاع سیاسی تعریف کرد. یکی از جمله داخل خود رژیم، داخل خود حکومت، اون یک دستی سابق وجود نداره دیگه. شکافایی حتی بر سر این مذاکرات اتمی به طور معین وجود داره، شکافای معینی بر سر چگونگی مواجهه با این بحران اقتصادی وجود داره در داخل خود دستگاه رژیم. جواب دادن به اینا ضرورتش اینه که سرکوب داخلی تشدید بکنن، سرکوب زندان‌ها را، زندانی‌ها را بترسانن، اعدام بکنن و با این وسیله بدنن مردم را بترسانن و به خانه‌هاشون برانن که جرأت نکنن بیان به اعتراض بکنن. این اعتراضات تو این شرایطی که وجود داره امکان تبدیل شدن به یک اعتراضات وسیع و گسترده توده‌ای وجود داره. این از یه طرف. از طرف دیگه هم در این حال این اعدام‌ها برای نشان دادن جلب اعتماد بیشتر دنیای غرب هم هست، چرا که دیدیم در مقابل همین اعدام ها تمام کشورهای غربی کاملا سکوت کردند. 270 اعدام در عرض 3 ماه اعدام خیلی بالاییه، سکوت کردند. چرا سکوت میکنن؟ به دلیلی که اونا هم یه چیزی دیگه میخوان. اونا میخوان ببینن که یه از ایران یه انتظاراتی دارن توی مذاکرات، امتیازاتی میخوان به دست بیارن. تنها این نیست که ایران پروژه اتمیشه کنار بذاره یا بخشای ازش کوتاه بیا، ازش از ایران انتظارات سیاسی دیگری دارن، انتظارات اقتصادی دارن، همکاری تو منطقه را دارن. وقتی که نگاه بکنی میبینی ایران خیلی راحت در مورد سوریه با آمریکا و با غرب همکاری کردن در مورد خلع سلاح شیمیایی سوریه. این موقعیت سیاسی ایران هم هست که تو منطقه با تضعیف شدن موقعیت اسلامی ها در کل منطقه موقعیت سیاسی ایران هم تضعیف میشه و به این خاطر هم هست که باز ایران دست به این نوع اعدام‌ها میزنه که خیال خودش از تحرکات داخلی جمع بکنه، براش قابل کنترل باشه و مذاکرات هم همینطوری براش قابل کنترل باشه. تو مذاکرات گفتم که ایران نه تنها، غرب نه تنها از ایران انتظاری نداره که از پروژه اتمیش کوتاه بیاد، دست برداره، حتی تسلیم در واقع میشه، بلکه امتیازات دیگری هم از ایران میخوان. پشت اینا قراردادهای اقتصادی عظیم خوابیده است. نگاه کنیم وزیر نفت ایران پیش از این مذاکرات اعلام کرد که ما حاضریم با شرکت‌های دو تا شرکت آمریکایی و فرانسوی هم اسم برد که قراردادهای نفتی بزرگ باشون ببندیم. شایعه بستن قرارداد با جنرال موتورز است. خب همه اینا نشان دهنده اینه که ایران علاوه بر اینا داره امتیازاتی هم به غرب میده تو این. بنابراین برای اینکه بذمه فضای فراهم کنن که به سرمایه گذاران خارجی بگن که اینجا امن هستش، این کشور زیر کنترل ماست و ما داریم امنیت ایجاد میکنیم، شما میتونید بیاید سرمایه گذاری بکنید، شرکت های نفتی تان بیاد سرمایه گذاری کنن، ما آماده. بنابراین دو چیزه، وضعیت اقتصادی که برای ایران فراهم شده به ناچار از سر استیصال وارد یه پروسه ای از مذاکرات اتمی میشه، شروع اعدام ها، کل اعدام های تو این بخصوص دوره معین از سر این استیصاله و از سر اینه که درماندگیه که از نفرت و کینه مردم هم داره
و برای جلوگیری از تعمیق و گسترش این اعتراضات احتمالی هستش که میخواد مردم رو بترسانه، دچار وحشت بکنه که بخوان هاشم برن و از گسترش مبارزات توده‌ای مردم کارگر و زن بکش جلوگیری کنه. بله رفیق فریدون، ما میبینیم در حیات 34 ساله گذشته رژیم اسلامی، همونطور که در بخش سخنان رفیق محمود آمد، رژیم اسلامی برای پیشگیری از حوادثی که احتمال داشته در جامعه بر علیهش پیش بیاد دست به اقدامات چنینی زده. مثلا دهه 60 ما به یاد داریم، اعدام‌های سال 67 رو به یاد داریم، همین امروز با گسترش این موج اعدام‌ها از ابعاد سیاسی و اقتصادی که بررسی کنیم با اون سازش‌هایی که با دنیای غرب داره می‌کنه، اهداف مشخصی ازش برامون مسجل میشه. به غیر از اینکه میخواد فضای رعب و وحشت رو در جامعه پراکنده بکنه، میخواد جلوی مبارزات مردمی رو بگیره، آیا در 34 سال گذشته این نوع استراتژی رژیم، این نوع اقداماتی که انجام داده در مقاطع زمانی مختلف، تونسته این صد رو در مقابل مبارزات مردم ایجاد بکنه و عملا به مانعی در مقابل اعتراضات و گسترش اعتراضات توده‌ای تبدیل بشه؟ در دهه 60 خب موفق بود، ده ها هزار نفر رو به کمک شوروی قبلی و آمریکا و پشتیبانی حتی اسرائیل و بورژوازی داخلی و تمام نیروهایی که در ساواک بورژوازی قبلا تربیت کرده بود اینا کشتن و طبقه کارگر هم آمادگی نداشت، برای اینکه طبقه هنوز بخشن کارگر دهقانی بود، بخشن میگم. در سال 67 هم موفق بودن واقعا. ببینید بین آماری که میدن 7000 نفر یا 5000 نفر رو در دو ماه کشتن و عکس العمل زیادی تو جامعه نداشتن، اینا موفق بود، برای همین هم سر پا مونده. ولی الان کاملا همه چی متفاوته. اولا رژیم اون رژیم نمونده، رژیمی که طبقه کارگری رو شدیداً سرکوب کرده بود الان با یه طبقه کارگری که خیلی پرولتریزه شده، شهری شده، باثبات‌تر شده و اصلا پشت راست کرده از اون ضرباتی که به خودش و به شوراها و اینا زدن. یک جنبشیه که حتی وقتی که این روحانی سر کار می اومد، حتی وقتی که داشت تو مجلس تاییدش بکنن، اینا مبارزات کارگری بدون توجه به تمام این پروسه رشد خودش رو داشت. حالا این پروسه رشد رو من نمیخوام غیر اغراق کنم، ولی خب به جایی رسیده مثلا کارگران پتروشیمی، این صنعت کلیدی، 32% دستمزد تحمیل میکنن به کارفرماها، یا مثلا کارگران زاگرس همین در نزدیکی قربه، یک کارخونه ای که منطق اقتصادی نداره به لحاظ سیاسی درستش کردن، یک چیز بوده برای دزدی و اینا، کارگران به لحاظ سیاسی بهشون تحمیل کردن که نگهش دارن، کارگرها برگردن سر کار پولای موبقشون رو بدن. این مبارزات نشون میده که اون رژیم نمونده اصلا، اون اهدافی که از اعدام ها داشت دیگه عملی نخواهد شد. دیگه این که شما ببینید قبلا میتونست 7 یا 5 فرض بکنیم، ما دندون یه انسان میفته تکون میخوریم، اینا 5-6-7000 نفر اعدام میکردن، الان حد اکثر تونستن مثلا طبق آماری که شما میگین بیش از 270 نفر اعدام میکنن. تحلیلا رفیق محمود خوب توضیح داد که این رژیم رژیمیه که با خیزش احتمالیه مردمی طرف هست که متوقع هست، طبقه‌ایه که انقلاب کرده، انقلابش دستاورداش منتقل شده، طبقه‌ایه که روبروی یک رژیمیه که در منطقه ضعیف شده، در داخل ضعیف شده، در جهان ضعیف شده، اینقدر چیزشو از دست داده که خود خامنه‌ای که به اصطلاح مظهر این حاکمیت بود، یه احمدی نژاد روبروش وایساد، به چالشش کشید، 11 روز رفت قهر کرد، بعدم هرچه این خامنه ای میگو بابا اختلافات رو نیارین بین مردم بگین، برای اینکه این خیانت، کسی حتی نوکراش که اون لاریجانی هستن گوش ندادن. دیگه اینکه الان به جایی رسیدن نه فقط مخمل باف اون به اصطلاح کارگردان چماق به دست قمزن حزب اللهی دوره قبل زندگیشو افشا میکرد که خب اگه زیاد گوش ندادن، رویترز یکی از بزرگترین خبرگزاری های بورژوایی که منافع بورژوازی رو واقعا کوشش میکنه در دنیا حفظ بکنه، این اومده چیز پخش کرده که ببین 95 میلیارد دلار فقط یکی از مؤسسات تحت کنترل این آخونده
به عنوان امپراتوری اقتصادی ازش اسم میبره. بله، یعنی کار به جایی رسیده که این رژیم دیگه اردنگیش میدنن واقعا. گذشته از اون، گذشته از مبارزات کارگری که این عمده ترینه، طبقه کارگر تعیین کننده یه سرنوشت مبارزات آینده است، این تعیین کننده تره. اما یه چیزای کوچیک هم رو داده که ما باید مونیتورش کنیم. یه رژیم فاسدیه، همه میدونن فاسده، همه مشغول دزدی ان توش. این روزا میبینی دزدا به جون هم افتادن، حتی مثلا اون کشتار مال زابل و اون دادستان زابل و این معاون وزارت صنعت و این شهردار قبی لاهیجان و انزلی و اینا، اگر هم سیاسی نباشه، سیاسی باشه که به ضرر رژیمه، حتی اگر سیاسی نباشه، خب دزدا در داخل یه سیستم وقتی به جنون هم میفتن، این دزدی شهرداری که میتونه کلی زمین به دزد انبوه سازی کنه که همون بساز به فروش و ایناست، بذار بیان اجناس رو گرون کنن، اجناس قاچاق بیاد، کل پولهای کلان کلان بردن، معاون وزارت صنعت و معدن و تجارت، یا مثلا فلان قاضی که زندگی مردم وقتی دستشه، اموالش هم مردم هم دستشه، دزدی های کلان کلان کردن. قبلا سیستم اینا رو محافظت میکردن، معلوم میشه سیستم نمیتونه محافظت کنه، به هم میزنن. مقصودم اینه که وقتی به عوامل گوناگونی نگاه میکنی، تناسب و قوا گذشته از اون دلایل پایه تحلیلی که ما قبلا گفتیم و تکرار کردیم، این شواهدم نشون میده که تناسب و قوا در یک چیزای پایه‌ای‌تر علیه جمهوری اسلامی ضعیف شده، به این نسبت اوضاع مردم پیش رفته. و این دیگه کشتن 270 زندانی که گفتم از نظر ما هیچ اعدامی قابل قبول نیست، دندون یک انسان هم میفته ما ناراحت میشیم، ولی به هر حال نظر این جنایتکارا، کشتن 270 زندانی به نظر من جامعه رو نمیترسونه و نترسونده و اینا دیگه اون ابزار رو در اختیار نخواهند داشت و نداره. بله رفیق محمود، در پاسخ به سوال نخست شما اشاره به مسئله گفتگوهای اخیر رژیم اسلامی کردیم با دنیای غرب، همون سخنی که امروز از خامنه ای بیشتر به سر کلام میاد، نرمش قهرمانانه و سیاستایی که در پیش گرفته، اشاره به مسئله سازش در خارج و سرکوب در داخل کردیم. گسترش سرکوب نتونسته مردم رو مرعوب بکنه، همونطور که به حال رفیق فریدون هم اشاره کردن که زمانی که تحلیف خود روحانی در جریان بود، مردم بیرون خود مجلس طبقه کارگر مشغول، یه بخشی از طبقه کارگر مشغول اعتراض بودن به وضعیتی که دارن. دلایل این سیاست متناقض و تأثیرات این امر بر موقعیت رژیم رو چگونه ارزیابی میکنی؟ ببین این سیاستی که دارن، سازش در بیرون، سازش با دنیای غرب، سرکوب طبقه کارگر، سرکوب مردم زحمتکش و فقیر، در این حال یه ظاهر متناقض داره، ولی به طور واقعی یک سیاسته که با همدیگه پیش میره. برای اینا سیاستی نیستش که از همدیگه بدن اینا جداش کنن. اینا اگر بخوان سیاست نرمشیه که در بیرون دارن، سازشی که در بیرون دارن، در داخل یک سیاست نرمش داشته باشن، زندانیان سیاسی آزاد کنن، روزنامه ها را آزاد کنن، مردم بدنن حرف بزنن، اعتراض بکنن، همین امروز تو خیابان ها همه جا پر میشه اعتراض و اعتصاب، همه جا اعتصاب میشه. اینا برایش، اینا این سیاست برای اینا نان و چماق، برای جمهوری اسلامی سیاست همیشگی بود، الانش هم همینطوریه. به این خاطر منتها اینا این تناقضی که برای جمهوری اسلامی داره، اگر بخوایم از زاویه جمهوری اسلامی بهش نگاه کنیم، اینه که چجوری این دو تا سیاست با هم دیگه کنار هم بذاره. به این خاطر به این جور کنار هم دیگه میذاره که در عین حال که سرکوب میکنه، کنترل میخواد بکنه جامعه ایران، مردم رو بترسانه، کارگرها رو بترسانه از اعتصاب کردن، مردم رو بترسانه از اعتراض کردن، روزنامه ها رو خفه کنه، در این حال به جامعه جهانی، به غرب خصوص نشان میده که بابا من اینجا رو دارم کنترل میکنم، اینجا محلی سرمایه گذاری برای شماست، به این سرمایه گذاری کنید دیگه. همونجوری که چیز میگه، گفتم زنگنه وزیر نفت میگه، یا همه توقعاتی که دنیای غرب از این چیز داره، دلیل این که فرانسه یک کمی چانه به چانه میکنه تو جمهوری با جمهوری اسلامی توی همین کنفرانس ژنو، همین جایی که دارن قرارداد میبندن، دلیلش اینه که
گویا بیشتر قراردادها داره میره بری آمریکا. احتمالاً اگر مناسبات ایران با بدنه سازشی بکنه، توافقی بکنه با غرب جهت گرفتن امتیازات، بیشتر به سمت آمریکا میره. خب فرانسه هم سهم خودش میخواد. یه جنگ در واقع بر سر تقسیم منافعی که درگیر میشه. بنابراین این برای این که بدنه این کنترل نشان بده، به دلیل این که بدنه بخوا با بانک جهانی، با صندوق بین المللی پول، به سازمان جهانی کار نشان بده که من کنترل دارم بر اوضاع، اینجا اتفاقی نمیافتد، به دنیای سرمایه‌داری، به سرمایه‌دارای داخلی ایرانی، به جناح‌های مختلف سرمایه‌داری ایرانی نشان بدن که به قول رفیق فریدون، به همین دوستای داخلی هم نشان بدن که بابا فضا آرامه برای دزدی، اوضاع مناسبه برای دزدی، باید سرکوب کنن دیگه، باید اعدام بکنن. این اعدام ها برای همین هست، برای این که بدنن این به دزدا نشان بدن که امکان دزدی هستش، فراهم بکنن برای خودشان، سرمایه های داخلی بدنن اندوخته بکنن، همونجوری که واحد زیر تحت فرمان امام یه چین چیزی کمیته اجرایی امام، فرمان امام 95 میلیارد دلار ذخیره میکنه و به خصوص تو دوره‌ای که بحران سرمایه‌داری است و فشار بر مردم زیاد است، این همه پول از چطوری جمع میشه؟ این همه پول از بدبختی و ناراحتی مردم و گرانی تأمین میشه، جمع شده رو هم دیگه، از خرید سهام این بانک و اون بانک و سرمایه‌گذاری تو جاهای مختلف دنیا از جمله ایران به دست آمده. بده این که بدنن این وضعیت زیر کنترل نگه دارن و نشان بدن به غربم که ما همه چیز زیر کنترل مانه، این کار رو میکنن. و الان این تناقضی با اون سیاست در این حال نداره، ولی ظاهرا وقتی که ببینی تصور میکنی که متناقضن. بله، معرف فریدون در برابر این سیاست اعدام و تشدید سرکوبی که در حال حاضر هست، برای نمونه یکی از مثلا آخرین مواردش که بارهای قبل ما راجبش صحبت کردیم، مسئله طرح عفاف و حجاب بود که اصلا به خود دولت واگذار شد، از دست نیروی انتظامی خارج شد. این کلن این پروسه سرکوب و اختناقی که رژیم در پیش گرفته، ما شاید اعتراضات داخلی در خود ایران بودیم و همچنین اعتراضاتی که در خارج از کشور صورت گرفته. مثلا اعتراضات داخلی به نمونه‌های اخیری که در شهرهای مختلف کردستان روی داد میشه اشاره کرد، اعتراضات بین‌المللی هم که برها در از همین رسانه تشکیلات کمال و حزب کمونیست ایران نمونه‌های متعددش پخش شده و دیدیم که به طور کل طبقه کارگر، مردم معترض در مقابل این اعمال تشدید سرکوب‌ها و این اعمال خشونت‌ها اعتراضات وسیعی رو به پیش بردن. چگونه میتونیم با این اتحاد، با این اتحاد عملی که بین این بخش‌های مختلف پیش بیاد، ما بتونیم این سیاست رژیم رو به هر حال متوقف بکنیم یا فشاری برش بیاریم که به هر حال بتونیم بیشتر رژیم رو در لایک دفاعی ببریم تا اینکه بتونه به راحتی به جون مردم زندانیان تعرض بکنه به این شیوه؟ شما اشارت خوبی کردید به اینی که ببینید سال 67 یه آخوند دستور میده جون هزاران زندانی بیدفاع رو بگیرن و تقریبا تو جامعه خبری نیست. راستش اینجا یه چند صد زندانی رو اعدام میکنن، فورا تو مریوان مردم تظاهرات میکنن، میان تو خیابون، تو سقز میکنن، تو بار نمیکنن و به قول شما در داخل کشورهای دیگر بگیم خارج ایران اعتراضات هست و همه اینا نشون میده که این تناسب قوا در هم شکسته. من یادم رفت یه چیزی هم بگم، وقتی که احمدی نژاد سر کار بوده 600 میلیارد دلار پول بیرون میره، 600 میلیارد دلار فقط دولت ها میتونن این جا به جای ها رو ممکن کنن یا حداقل قدرت های در داخل دولت ها. عدم نبود امنیت، نبود امنیته که سرمایه رو اینجور فراری میده، این پولای دزدیده شده حاصل استثمار طبقه کارگر رو فرار میکنن، برای اینکه این امنیت رو اینجا احساس نمیکنن. بنابراین طبقه کارگر و عنوان نیروی اصلی این اعتراضات و مردم آزاده باید باور کنن این اقتدار نمایی رژیم پوچه، از سر استیصاله، اقداماتش از سر استیصال خود این چیزاش هم بقول شما، یعنی که استیصالش رو بپوشونه. و دیگه اینی که ما با یه سپاه رو روبرو هستیم،
قاعدتا بورژوازی نیروهای مسلحش رو دور از اقتصاد اینا نگه میداره. برای اینکه اقتصاد وقتی وارد شدی بیش از اون چیزهایی که رژیم سیستم سرمایه این نیروهای مسلح رو به طرف فساد میبره، اقتصاد که وارد شد ریشهش رو میخوره فساد. این سپاه درگیر اینه، درگیر قاچاقچیگری مواد مخدر، قاچاق کالاها، اون خودشو از با 60 اسکله و دو فرودگاه و نیروهای اینجوری از زیر نظارت خارج کرده، تو مخابرات و تو نفت و تو کانال کشی و همه جا این نیرویه که نیروی سرکوب ظاهرا ابتدایی در دست رژیم، چون ارتش به نظر من نیروی سرکوب اصلیه، ما نباید فراموش بکنیم این نیروی سرکوب اصلی رو. اینها مشغول این کاران. وقتی که امنیت از خود رژیم اینجوری برداشته بشه که خامنه ای رو زیر فشار داخلی و بین‌المللی اینجوری قرار میدن، اگه سپاه و اینجوری پیش بیاد و هم خواهد ریخت این سپاه، دزد داغون خواهد کرد. بنابراین اولین مسئله اینه که این کارگرها و این مردم بدونن که این رژیم قابل ضربه است. اقتدار نمایش به قول شما استیصالش رو میخواد بپوشونه، پوچه. به نظر من کارهای زیادی باید انجام بگیره. یکیش هم این ادامه این اعتراضات نگه مثلا در 3 شهر کردستان هست بره بیرون کردستان، در شهرهای دیگر کردستان هم گسترش پیدا بکنه. اعتراضاتی که در سطح بین المللی هست تماما در یه ابعاد بزرگتر پیش بره. کارهای اینجوری هست که باید کرد که جمهوری اسلامی بدونه ضرر میکنه، اعدام میکنه. مردم بیشتر میدون میان، مردم خشمشون و قهرشون رو بیشتر میریزن و فکر میکنن که چطور متحد داره پیش ببریم این مبارزاتو. دیگه این که اگه در سوالات بعدی بود ما راجع به خود مبارزات کارگرها و توده ها و اینا بگیم، اون وقت بیشتر روشن خواهیم کرد که باید قبول کنیم که این رژیم در این پروسه رو به سقوطش، پروسه شو من میگم، این پروسه رو به سقوطش سرعتی گرفته. این سرعت رو ما باید زیاد کنیم و اگه زیاد بکنیم، اینم بگم وقتی که پروسه سقوط رژیم زیاد میشه به این معنی نیست ادامه کم میکنه، مار زخمی خطرناکتر میشه. ولی سرانجام ما میتونیم کاری بکنیم که بفهمه به نفعش نکنه این کارا و بکنه و نکنه. البته این پروسه رو به سقوطش در جریانه، ولی فکر بکنه خب حالا مثلا کمتر بکنم ضرری کمتری. از جمله اقداماتی که شما گفتین که طبقه کارگر مردم آزاده در درون جامعه ایران میتونن انجام بدن، به غیر از اون اعتراضاتی که بعد از متاسفانه بعد از اعدام ها پیش اومد و مردم در چند شهر کردستان بودن، ما شاهد این بودیم که حتی مثلا برای نمونه چند سال پیش اگه به یاد داشته باشین در کردستان گفتن که حبیب الله لطیفی احتمال داره که اعدام بشه، مردم رفتن جلوی زندان شهر سنندج تجمع کردن، اعتراض کردن و عملا این اقدام متوقف شد. یعنی از این دست همکاری ها، از این دست اقداماتی که مردم تشخیص میدن که احتمال گسترشش هست، آیا در جامعه امکان پذیر هست؟ خیلی ساده امکان پذیره، فقط اینی که رهبر میخواد، رهبری که خط بده میخواد. دیگه این که جنبش کارگری کار خودش رو داره میکنه، اما جنبش کارگر، طبقه کارگر تمام مسائل جامعه امرشه، نباید خیلی فقط مشغول مطالباتش بشه. اونا کاملا برحقن، باید انجام بگیره، باید به صورت متحدانه پیش بره، باید به صورت یه جنبش در بیاد، جنبش مطالبات. ولی باید طبقه کارگر متوجه باشه که حاکمیتی رو در آینده باید شکل بده که اداره کل جامعه است، که در زوایای مختلف بتونه قدرت سازمانی خودش مونه، مسائل زندانی هم بشه، مسائل کودک هم بشه. البته حقیقتا تو قطعنامه های اول ماوی به خوبی نشون دادن بخشی از رهبران متوجه این هستن، ولی این باید عمومیت پیدا بکنه و توده‌ای بشه. بله، بعد راجع به همین موضوع من با شما صحبت دیگه خواهم کرد رفیق محمود. همونطور که در سخنان اخیر اومد، مسئله فعالین کارگری، طبقه کارگر مطرح شد. به طور کل همکاری جریانات چپ و کمونیست و همچنین هماهنگی و همیاری فعالین کارگری در شرایط فعلی چه تأثیری در روند پیشبرد مبارزاتی که تا کنون به بخشایش اشاره کردیم میتونه داشته باشه؟
ببینید جمهوری اسلامی روی تنفر وسیع توده قرار گرفته، یک نفرت عظیمی تو جامعه نسبت به این رژیم هستش. رژیمیه که دچار بحران‌های وسیع است، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ بین المللی و منطقه‌ای، و چه به لحاظ داخلیش. از نظر داخلی وقتی که نگاه بهش بکنین، اعدام ها درسته که ممکنه چراغ سبزی باشه حتی به دنیای غربم که من تلاش میکنم اینجا رو کنترل کنم، امنیت برقرار کنم و شما بیای سرمایه گذاری کنید. به سرمایه دارای داخلیش هم همینه بگه، ولی آیا واقعا به طور عملی این طوری است؟ به طور عملی ممکن نیست. یعنی این برداشتن این تحریم ها، اینا قولی که به ایران دادن، گفتن که 20 میلیارد از کل پولی که ایران فروخته، نفتی که تو این دوره فروخته تو خارج مانده، بهش برمیگردن. چطوری؟ ایران الان نفتی که میفروشه تو این دوره تحریم ها یا هر کالایی که از ایران میره بیرون، خب پولش که نمیتونه برگرده به ایران، بهش برمیگردن. عادلش کالا به صورت برتن. به صورت اطلاع تو بانک مرکزی و کشورهای مرکز خرید باقی میمانه که ایران بدونه به جاش کالا وارد کنه. بله. اگر بدونه وارد کنه، کالایی باشه که جز تحریم ها نباشه. بله. بنابراین اینا یه مقدار زیادی الان پول دارن محصول این فروشاشون، از جمله مثلا 42 میلیارد گویا در چین هستش، 24 میلیارد در هند هستش، حدود 45 میلیارد در خود آمریکا دارن. چین چیزایی از کل مجموعه پولی که ایران داره میخوان 20 میلیارد رو آزادش کنن. من میخوام بگم که با همه این 20 میلیارد و چیزی که برای ایران آزاد میکنن، خب تأثیر آنچنان زیاد و فوری بر اقتصاد ایران نمیدونه بذاره که فوریت، بلکه طولانی مدته. برداشتن این تحریم ها قدم به قدم و میدونه در طولانی مدت تأثیرات اقتصادی بذاره. اما در کوتاه مدت چی؟ در کوتاه مدت فضای سیاسی ممکنه باز کنه، مقداری توقعات مردم بالا بره. این توقعات مردمی که بالا بره، کارگری که توقعش بالا میره، ممکنه به درجاتی یه درصد کوچیکی فضای کار، بازار کار باز بشه، کار پیدا بشه، بیشتر بشه. تو این فضایی که توقعات بالا میره و طبعا اعتراضات هم بیشتر میشه. تو همین حالش هم رژیمی که روی دریه از تنفر نشسته، نمیدونه که به طور دائم این فضا را نگه داره. تا چقدر روزنامه میدنن ببنده اینا؟ حتی آخرین روزنامه، روزنامه بهار مال خودشانه، جز یکی از روزنامه های به اصطلاح سیستم جمهوری اسلامیه، دستگاه خود اونه میبندن. تا چه رسه به روزنامه های دیگه ای که روحانی که آمده بود قول میداد که سانسور برمیدارم، خب اون روزنامه مال خود تنه، بس این چه رسه به روزنامه های چپ دیگه بخورا بگه. خب بگم که این اوضاع احوال ضرورتی این که جریانات چپ بدنن با هم دیگه بر سر برنامه عمل معینی همکاری بکنن، از یک طرف جنبش کارگری، اعتراضات کارگری فلحال موجوده فراوانه. شما نگاه کن به اعتراض همین کارگرانی که هم رفیق فریدون اشاره بهش کرد، فولاد زاگرس، پتروشیمی ماشهر نگاه کن، بندر خمینی نگاه کن، همه اینا اعتراض، صدا اعتراض این طرف و طرف دیگه ای که وجود داره. درسته که اینا خاص برای خواسته اقتصادیه، ولی همینا نارضایتی مردم اعلام میکنه دیگه، اعلام نارضایتی هستش دیگه. مردم از این وضعیت ناراضیه، از گرانی تو مردم موج میزنه، همه جای تو خانواده ها که بری بحث از گرانیه، از خانواده ها میرن دست خالی میرن به خانه، پدرها دست خالی میرن، مادرها دست خالی میرن به خانه، بچه هاشان سرگردانن. نگاه کن به آمار طلاقی که خودشان میدن تو این دوره، چقدر طلاق اضافه شده، چقدر آمار معتادین بالا رفته، همه اینا رو که حتی آمارهای رسمی خودشان که دارن میدن. خب بگم که یک موج نارضایتی عمومی نه تنها بر سر فقط رفیق فریدون، بر سر مطالبات اقتصادی، همه چیز، بر سر مسائل فرهنگی بگیر، بر سر اعتیاد بگیر، بر سر کار بچه ها بگیر، بر سر فحش و اعتیاد، این موج نارضایتی
بری جمهوری اسلامی، روز به روز موقعیتش به لحاظ سیاسی تو مردم از دست داده. اون چیزی که حتی به قول خودشان حتی تو انتخابات 88 اگر خامنه ای اعتراف کرد به اینکه 14 میلیون مخالف داره، خب امروز این 14 میلیون خیلی بیشتره. منتها جمهوری اسلامی به سر سرنیزه وایساده با 3 میلیون نیروی مسلحی که داره جامعه رو کنترل میکنه. بنابراین این موجای کوچیکه اعتراضاتی کسیش اگر به هم بپیوندن بدنن این اون گسترش بیشتری پیدا بکنن، میدنن جلو این همه یک تازی و قارب قدرت نمایی و میشه جمهوری اسلامی از بین ببرد. به خصوصی که پته تمام رژیم های اسلامی افتاده رو آب دیگه، همه روز به روز هر کدام دارن به نحوی نشان میدن که قادر به اداره جامعه خودشان نیستن. از تونس و مراکش بگیر و مصر بگیر تا یمن، همه جا تو منطقه به لحاظ منطقه ای هم ایران موقعیت ضعیف شده ای پیدا کرده در رقابت با عربستان سعودی از یک طرف، ترکیه از طرف دیگه. به نسبت هر دو دیگه اون موقعیت سابقا نداره. همه اینا دست به دست هم دیگه داره موقعیت فراهم کرده که بحران گسترش پیدا داره میکنه. رژیم امین تقلاش برای جلوگیری از اینه. کافیه که مبارزات مردم هم چپای جامعه هم با همکاری با هم دیگه بدنن اعتراضات گسترش بدن. از بلحاظ اعتراضات تا اونجایی هم که تو خارج کشور بوده اعتراضات به همین ادامه هایی تو این ماه توی شهرهای کردستان عراق سلیمانی یه هولر کرکوک بوده، توی کردستان ایران چندین شهر اتفاق افتاده، سقزه، مریوان، بانس، سردشته. تو خارج کشور تو کل کشورهای اروپایی بوده، تو کانادا بوده. همه اینا اعتراضاتیه که بیرون فشار سیاسی میاره به جمهوری اسلامی. بله رفیق فریدون، در گفتگوی در پاسخ سوال گذشته شما اشاره به مسئله فعالین کارگری کردین، مسئله قطعنامه های اول ماه مه، و رفیق محمود هم اشاره به تنفر، این دریای عمیق تنفری که مردم از رژیم دارن. آیا فقط اینا کارساز خواهد بود؟ و میرم سراغ همون سوال اول، وظیفه جریانات چپ و کمونیست و فعالین کارگری برای سازمان دادن این دو بخش برای یک مبارزه متحد چی هست در شرایط کنید؟ اونهایی که رفیق محمود هم اشاره کرد، شما هم تکیه کردین روش، اینا زمینه سازن. اگر این زمینه طبقه کارگر استفاده نکنه یا سریع استفاده نکنه، بورژوازی همیشه این امکانو داره، چون بورژوازی طبقه جهانیه، همونطوری که طبقه کارگری طبقه جهانیه. بورژوازی اتفاقا کمک جهانیش هم بیشتر از طبقه کارگر میگیره، یعنی یه طبقه جهانیه آگاهی هستش. اصلا بورژوازی اینجور جنسش اینجوریه، در این که کار پول و استثمار ایناست، اصلا یه طبقه آگاهه. اینا پس میگیرن، یعنی مثلا یه جمهوری اسلامی با اسم و رسم نامش ولی خالی از محتوا، چنان که تا همین الان هم کلی از محتواشو از دست داده، میگه میدارن لیبرال های دارش میکنن. بنابراین نه زمین است، ما باید هیچ توهمی نداشته باشیم که باید مبارزه رو آگاهانه با افق سوسیالیستی متحدانه با همبستگی قوی پیش ببریم. خود نیروهای چپ که ماها باشیم و کمونیست ها که ما باشیم با بقیه کسانی که چپ هستن و سکولار هستن، اینا شرط اینه که بتونن سریع به وحدت برسن بازم تو جنبش کارگری خوابیده، وگرنه با میرن سر فرمولای عجیب و غریب با هم دعوا میکنن. سر اعدام که فرمول بندی نیست دیگه، باید متحدانه این مبارزاتی رو که موجوده تقویت بکنیم. اما جنبش کارگری اگه بخواد ما رو هم تقویت بکنه، چون ما بخشی از این طبقه هستیم، ما رهروان رهایی این طبقه به اتکاب مارکسیسم هستیم، اگه اینو تقویت بکنیم ما هم تقویت میشیم، چپای دیگه هم راحت تر وحدت میرسن. این چه کار بکنه؟ اولینیشو گفتم، به نظر من باید باور کنه که میتونه.
عملا نشون داده که سمت مستقل خودشو داره و میره. ولی اگه این توده‌ای نشه، ما از این زمینه‌ها خیلی نمیتونیم استفاده کنیم. ولی اگه این توده‌ای بشه، و برای اینکه توده‌ای شدنش هم از همین مطالباتی که الان شروع کردن، متحد کردنش به صورت جنبش در آوردنش و رو به آینده بردنش با، گفتم با افق سوسیالیستی، یعنی اینی که حتی سقوط جمهوری اسلامی رو یک قدم به حساب بیارن و پیش برن و فعالین کارگری دچار یک مسائل کوچیک و اینا نشن، واقعا به مسئله حاکمیت فکر بکنن، مسئله بهبود وضع سیاسی و اقتصادی طبقه فکر بکنن. تناسب قوا رو فقط بهبود وضع اقتصادی به نفع طبقه کارگر خیلی تغییر نمیده، میده ولی نه خیلی. تغییر و سیاست رو هم در تشکل باید معنی کرد. بنابراین الان با اومدن روحانی مثلا یه مقدار توهماتی در بین بخشای از کارگران پیدا شده، اون مجمع عالی نمایندگان و اینا که امیدی در دل اونایی که گرایشات رفرمیستی بورژوایی داشتن تقویت شده درشون، اومدن یه مقداری حرفایی زدن، یه مقدار توهم پراکنی. این توهمات رو باید بروبن فعالین به اصطلاح رادیکال و سوسیالیست و کمونیست درون طبقه، راه ها رو اینا باز میکنه. اگه اینها رو بکنیم، ما نه فقط این مبارزات ضد اعدام تقویت خواهد شد، بلکه مبارزات برای بهبود وضعیت، برای بهبود دست مزدها، برای کار نیست. ولی ببخشید، در همون حیطه‌ای که ما راجع به جنبش مطالباتی صحبت کردیم تا کنون، گفتیم که در شرایط کنونی کارساز خواهد بود، شما منظورتون در اون حیطه میشه اینو مطرح کرد و پیش برد؟ بله، اون یکیشه. من میخواستم اینو بگم، حتی کار و شغل موجود نباشه، مجبورن شغل بتراشن برای کارگر، برای اینکه بیارن یه چیزی بهش بدن که از اون بر بلکه از دستش نجات پیدا کنن. مقصودم اینه که مجموعه از اینها رو ما احتیاج داریم و همش هم با این افق سوسیالیستی، با این افقی که رفیق محمود یه اشاره کرد که مثلا پولهای میاد کوتاه مدت مؤثر خواهد بود، درست، ولی دراز مدت اینا 700 میلیارد دلار مگه در دوره احمدی نژاد پول نفت توی وارد این کشور نشد، اقتصاد چرا بدتر شد؟ برای اینکه این اقتصاد پایش بر اساس سرکوب ریخته شد، نه بر اساس تولید. تولیدم که میکنه میره در خدمت سیاست و سرکوب. بنابراین داغون از بنیان، هر چقدر پول بیاد، مثلا الان چند صد میلیارد دلار پول ایران بلوک است در ولشکن، تأثیرات کوتاه مدت خواهد داشت. و اتفاقا رفیق محمود یه چیزی درست گفت، اگه کار بدن اون وقت سطح توقع بالا میره و این درسته. بنابراین ما به یک مجموعه از این اقدامات احتیاج داریم و رهبرانی که با این افق و با این دید هدایت بکنن مبارزات. خیلی ممنون، با سپاس از حضور هر دو شما رفقای گرامی در این گفتگو. من سوال خاصی نمونده، در پایان اگر هر درفسودهی دارین در خدمتون هستم. من فقط فراموش کردم که تکیه بکنم روی اینه که تشکلهای طبقاتی، تشکلهای صنفی طبقاتی خوب و لازم هست اما کافی نیست. طبقه کارگر باید حزب کمونیست خودشو، اینی که موجوده، بیاد دور و برش بره تقویتش کنه، رهبریشو به دست بگیره. یا اینه که فکر میکنه این نیست، خب احزاب دیگری درست کنه، ما مشکلی نداریم. طبقه کارگر احزاب گوناگون هم درست کنه، ما چون وحدت منافع داریم میتونیم با هم کار کنیم. بنابراین تکیه هم روی این حزب سیاسی طبقه هم هست. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون، متشکرم. بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چشم‌انداز رسیدیم. در این برنامه با حضور رفقا محمود قهرمانی و فریدون ناظری به دلایل گسترش اعدام‌ها در دولت حسن روحانی پرداختیم. امید است که مباحثات مطرح شده در این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا دیگر، موفق و سربلند باشید. بدرود. خیلی ممنون از حضور شما. متشکرم.